برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، از آغاز عملیات نظامی جدید این کشور در سوریه به محض تکمیل نواقص آنچه منطقه امن در مرز سوریه نامید خبر داد. در همین حال ابراهیم کالین، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه، هم پیش از این گفته بود که آنکارا برای عملیات نظامی جدید در شمال سوریه آماده است و این عملیات هر لحظه ممکن است آغاز شود. سازمان برنامه جهانی غذا هشدار داده با توجه به جنگ اوکراین و خشکسالی، کشورهای در معرض خطر گرسنگی در حال حاضر به 20 کشور رسیدند. گفتنی است اوکراین یکی از بزرگترین کشورهای تولید کننده و صادر کننده مواد غذایی به جهان است که با توجه به وقوع جنگ بین روسیه و اوکراین، تولید و صادرات حجم زیادی از این مواد غذایی کاهش یافته و برای بسیاری از کشورهای جهان مشکل ایجاد کرده است. در پی این انفجار یک منبع گاز سمی در بندر عقبه اردن، تا کنون 10 نفر کشته و 251 نفر زخمی شدند. در همین راستا مدیریت امنیت ملی اردن اعلام کرد متخصصان و تیم مبارزه با مواد خطرناک تا به این لحظه در تلاش برای رفع آلودگی ناشی از نشت گاز در بندر عقبه هستند. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل طی اظهاراتی، در مورد وضعیت اقیانوس‌ها هشدار داد و آن را نامناسب توصیف کرد. وی در جمع کارشناسان و متخصصان محیط زیست اقیانوسی از سراسر جهان گفت ما الان در وضعیتی قرار داریم که می توانم بگویم اقیانوس هایمان در وضعیت اضطراری قرار دارند. پخش برنامه قدیر در آینه کتاب با اجرای استاد علی اصغر رضوانی، نویسنده و پژوهشگر امور دینی از شبکه جهانی امام حسین علیه السلام آغاز شد. این برنامه علمی و جذاب هر روز ساعت 4:30 و تکرار آن 18:35 و 4 بامداد به وقت شهر مقدس کربلا پخش می شود. یک بچه مامود که به خوبی حفظ شده و بیش از 30,000 سال پیش می زیسته، در منطقه موسوم به یوکان کانادا کشف شده و کارشناسان می گویند کامل ترین نمونه کشف شده در آمریکای شمالی است. این بچه مامود در لایه همیشه منجمد زمین که اصطلاحاً خاک منجمد نامیده می شود، به صورت دست نخورده و کاملا مومیایی شده است. توکیو پایتخت ژاپن با 37 میلیون نفر، دهلی هند با 30 میلیون نفر و شانگهای چین با 27 میلیون نفر سه شهر پر جمعیت جهان هستند. همچنین نیویورک با 18 میلیون نفر در رتبه 11 و استانبول ترکیه با 15 میلیون نفر در جایگاه 14 پر جمعیت ترین شهرهای جهان قرار دارد. در یک دستاورد مشترک دانشمندان آمریکایی و هنگ کنگی، چشم مصنوعی هوشمندی طراحی شد که می تواند به طور واقعی امکان دیدن را برای افراد نابینا فراهم کنند. آنها از شبکه چشم انسان به عنوان مدل استفاده کردند و سعی کردند چیزی بسازند که شبیه به آن باشد.